مردمان قدیم خارک همواره از اهل زمین هراس داشتند. غریبه های مرموز که وارد بدن آدمی می شدند، با خود جنون به همراه می آوردند و بیرون کردنشان جز با مراسمی آیینی ممکن نبود. از نیم قرن پیش اما زندگی خارکی ها نه به واسطه این موجودات خیالی که با مهمان ناخوانده دیگر زیر و رو شده است، نفت. نفتی که از 60 سال قبل با نوید آینده ای روشن راهش را به این سو کج کرد و سرنوشت خارک را به ایران گره زد. این فیلم داستان ورود آن مهمان و تأثیر ماندگارش بر زندگی جزیره است. خارک جزیره‌ای مرجانی است که به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش در نیمه شمال غربی خلیج فارس، فاصله اندک با خشکی، ارتفاعی که آن را از بادهای دریایی مصون می‌دارد و از آن مهمتر وجود آب شیرین، در طول تاریخ لنگرگاهی مهم برای کشتی‌های تجاری و نظامی محسوب شده است. از 2300 سال پیش که اسکندر مقدونی نام ایکار قهرمان افسانه یونان را بران گذاشت، همواره خارک نقطه همرسی تمدن‌هایی از زمان‌ها و مکان‌های گوناگون بود. این مسئله را از وجود آثار باقی مانده از دخمه‌های پالمیریان و قلعه هلندی‌ها در کنار بقایایی از معماری‌های ایران باستان و نیز بناهای تاریخی دوره اسلامی همچون بقعه میر محمد می‌توان فهمید. هلندی‌ها با تصرف خارک در قرن 18 یکی از نقاط عطف تاریخ جزیره را رقم زدند. نقطه عطفی که جمعیت خارک را تا چند برابر افزایش داد. آنها با وعده پرداخت اجاره و به بهانه ساخت پایگاهی تجاری پا به اینجا گذاشتند. اما به سرعت با ساخت قلعه نظامی آن را به مرکزی کلیدی برای خود بدل کردند. سید مروارید که در آن زمان مهمترین ثروت خارک به شمار می رفت، زیر نظر هلندی ها گسترش یافت. شغلی سنتی و کهن در جزیره که تا نیم قرن پیش همچنان رونق داشت و اصلی ترین کسب و کار مردمش محسوب می شد. می گشتیم، پیدا می کردیم، جمع می کردیم همین اصاب تا آخرین بار نفس که دیگه میخواد تموم بشه. روی تناف میزدیم تکون، اونا میکشیدن بالا. دریا برادرت نی، خاطر خاتم نی، هرچی که از خدا اومد بهت میرسه. مو تازه اول بارم بود، رفتیم دومر که وقتی که دیدم رفتیم زمین رسیدیم، خواستیم دور بزنیم برای مهار اینا، یک کوسه اومده تقریبا 4 متر بالای ما، سرش از ما ردا بیده ولی دنبش معلوم نی، پیدا نی. آدم وقت که طوری اینه ببینه یه وهمه دیگه میارداره. ما دتامون اینه یه سنگی وابیده بیدیم، همینطوری نشسته بودیم تا یه از ما ردا بود. از غواصی و صیادی، خارک تا اوایل دهه 40 کشاورزی نسبتاً پر رونقی هم داشت. نخلستان‌ها، باغ‌های سرسبز انگور و به خصوص لیموی خارکی در منطقه معروف بودند. بنده بوده 3 سالم بوده که اومدیم با همراه پدرم اومدیم اینجا. جزیره خارک جزیره سرسبزی بود که فقط اهالی بومی اینجا زندگی می‌کردن. بخیر غواصی بود و کشاورزی بود و دامداری بود و همین مثلا با همین بدبختی‌ها
قبل از شرکت اینو انجام میدادیم. در نیمه قرن 19 و بعد از خروج انگلیسی ها که آخرین اشغالگران جزیره بودند، خارکی ها نزدیک به 80 سال زندگی دشوار ولی آرامی داشتند. بعد از کودتای 28 مرداد و در ابتدای دهه 30، عده‌ای از فعالان سیاسی به جزیره تبعید شدند. آنها به عنوان نخستین راویان معاصر که اقامت در اینجا را تجربه کرده بودند، زندگی در خارک را این گونه توصیف می کنند. جمعیت خارک بین 150 نفر در تابستان و 400 نفر در پاییز و زمستان نوسان می کند. بیش از 2000 اصل درخت لیل یا انجیر هندی دیده می شود که سایه خوبی دارد، ولی جز سایه و میوه های اغلب کوچک و کرمو و کم شیرین چیز دیگری نیست. پس از لیل، از درختان خارک می توان نخل خرما و کنار یا سدر را نام برد. از چارپایان اهلی بیش از 1500 بز و چند گوسفند و خران بسیار که تیز دو و قبراغند در خارک وجود دارد. قریب 200 آهو هم در تپه ماهورها ویلانند. مأموران پادگان میگویند 20 سال پیش دریادار بایندور یک جفت آهوی نر و ماده به اینجا آورد و رها کرد. هرچند روایت‌های متفاوت دیگری هم از نحوه ورود آهوان به جزیره وجود دارد. باورهای خرافی در آن دوران به شدت بر زندگی مردم خارک سایه انداخته بود. هراس از بادهای زار مهمترینشان به شمار می‌رفت که اعتقاد به آنها از آفریقا به جنوب ایران آمده بود. به باور خارکی ها وجود برخی انسان ها توسط نیروهای نامرئی یا بادها تسخیر می شد. بادها شخص تسخیر شده یا همان زار را مجنون و پریشان می کردند و تنها راه درمان او اجرای آیین لیوا بود. مراسمی با هدایت بابازار یا مامازار که با رقص و ساز و آواز برگزار می شد. مردم جزیره معتقد بودند بادهای زار با شنیدن موسیقی مهربان می شوند و بعد از آن درمان امکان پذیر است. خواسته های باد را برآورده می کردند تا باد زیر شود و مرکب خود را آزار ندهد، هرچند هرگز آن را کاملا رها نمی کرد. قبل از که خالی شرکت و خار بیا شب اینجا نمیموندی تا ایچ مثل مغرب ساعت 9-10 نمیموندی. غروب میومدن یا چه زنونه چه مردونه شم روشن میکردن و در میبستن میرفتن. یه دیگه شم میستاب تا خودش خاموش بشه. تبعیدی ها چند سالی بیشتر در خارک نموندند. به معزی که شرکت نفت آمدن اینجا خواستن مهندسی بکنن، هنوز هیچ کاری نکرده بودن، تبعیدی ها بردن جزیره دیگه. حالا جزیره کجا بردن من نمیدونم. کم اهمیت ترین تغییر وارد شدن نفت کوچ اجباری تبعیدی ها بود. در قدم اول برای گذراندن خط لوله زیر دریا باید کمربند مرجانی جزیره تخریب میشد که نتیجه جز از بین رفتن صید مروارید نداشت. شغلی که جزء جدا ناشدنی هویت کهن مردم خارک به حساب می آمد و حسرت نابود شدنش تا سالها با آنها ماند. عمق مناسب، نزدیکی به حوضه‌های نفتی و وجود تپه‌های مرتفعی که ساحل شمالی را از بادهای غربی حفظ می‌کرد، باعث شد تا خارک به عنوان محلی مناسب برای ساخت اسکله‌های نفتی در نظر گرفته شود. طولانی‌ترین، عمیق‌ترین و پهن‌ترین خط لوله زیر آب جهان ساخته و نصب شد و بزرگ‌ترین اسکله نفتی جهان تا آن زمان در خارک به راه افتاد
تا نفت ناحیه خوزستان را به سراسر دنیا ارسال کند. مخازن نفتی عظیمی در خارک احداث شد که اگر همه را از شیر پر می کردند، به هر نفر از ساکنان زمین یک لیوان می رسید و مقداری هم باقی می ماند. اما سهم مردم خارک از آن همه نفت چقدر بود؟ ورود این ثروت عظیم خواسته ها و آرزوهای جدیدی را در دل مردم بیدار کرد و توقع آنها از آینده را بالا برد. هرچند تا آخرین لحظه ها هم هنوز از سرنوشت مبهم و ناشناخته‌ای که انتظارشان را می کشید بی خبر بودند. نفت بعد از نزدیک به یک قرن بار دیگر خارجی ها را به جزیره آورد. فرنگی هایی که مردم خارک زمانی از اسمان ها به جای لولو برای ترساندن کودکان استفاده می کردند. زندگی راحت و آزادانه خارجی ها به همراه همسر و فرزندانشان در جزیره و در دل بافت سنتی و مذهبی مردم حساسیت هایی را برمی انگیخت و تبعاتی را برای بومیان خارج به دنبال داشت. دیگه چادر باریت داشتیم روبنده بی چی دیگه می بینیش می کنیم باریت او هم بی شرکت ها که اومدن، کارمند ها اومدن، کارگر ها، خارجی ها اومدن می اومدن، وقت زور می خندن، سیلمون می کدن، می خندتن یه باری هم کنار این جدولی از خواسته های جدید مردم خارک پس از ورود شرکت نفت به جزیره است. خواسته هایی که آب و برق، شغل و بهداشت و پول در صدرشان قرار دارند. انگار همه منتظر بودند سرمایه های نفتی هر چه زودتر اثرش را بر زندگی روزمره‌شان بگذارد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با این خیال‌ها فاصله‌ای بعید داشت. اول از همه خان منطقه فتح الله حیات داوودی تمام زمین‌های جزیره را یک طرفه به شرکت نفت فروخت. به این ترتیب اهالی خارک که چشم انتظار آب بودند خاکشان را هم از دست دادند. این خارگ و خارگو به طور کلی همه فروخته بودن به شرکت نفت. شرکت نفت قواله داره، کاغذ داره، مدرک داره. و شرکت نفت این خارگ را خرید و مال شرکت نفت شد. کمی بعد برای عبور و مرور هوایی به جزیره فرودگاهی ساختند و باندی کشیدند که خارک را به دو بخش تقسیم می کرد. یک سمت تأسیسات نفتی و ساختمان‌های اداری و مسکونی شرکت نفت بود، سمت دیگر یعنی تنها نوار باریکی از شمال غربی جزیره ده و بافت بومی خارک. رفت آمد بین این دو منطقه تا مدت‌ها محدود و ممنوع شد و بومیان حتی اجازه تردد آزاد در سطح جزیره خود را نیز از دست دادند. به این ترتیب بعد از نابودی صید مروارید با از دست دادن زمین‌های جزیره کشاورزی هم از بین رفت. حالا یه شرکت که اومده که خواهی زمین‌ها از اون ورداشتن، درخت ها اون ورداشتن، شرکت های چیزی بونه ورداشتن، تمام مثلا مالا همه دیگه دستمون از همین کارا برید. حیون داشتیم، گاب داشتیم، بلانه بعد الاغ داشتیم، بز داشتیم، میش داشتیم، همین حساب مثلا به خاطر که امرار معاش بشه. شاهنشاه آریامهر برای گشایش تأسیسات جدید نفتی جزیره خارک و صدور اجازه بهره برداری از آن به این جزیره تشریف فرما می شوند. آقایان نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیران، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت و رئیس دانشگاه پهلوی در التزام شاهنشاه هستند. مردم خارک احساسات پرشور و صمیمانه ای ابراز می دارند. شاهنشاه از فرودگاه خارک رهسپار نمایشگاه فعالیت های نفتی می شوند و از آن بازدید می فرمایند. آقای مهندس، استدعا میکنم بفرمید که فعالیت شما در جزیره خارک از چه تاریخی اصولا شروع شد؟
اولین تأسیسات شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران در جزیره خارک در سال 1960 افتتاح شد. این تأسیسات شامل یک اسکله به شکل حرف لاتین ال بود همراه با 12 مخزن برای نفت. در این اسکله در آن واحد 4 کشتی می توانستند پهلو بگیرند و 2 تای آنها می توانستند بار کنند. جز تعدادی اندک از بومیان که سراغ کارهایی مثل ناتوری یا رانندگی رفتند، کسی از آنان در شرکت نفت شامل نشد. همان عده محدود هم حقوق کافی نمی گرفتند و با سختی زندگی می گذراندند. خب یکی نگهبانشون دیده بود. حقوقی که می گرفتیم همچه بود 300 تومن. تا 600 تومن ما اینجا خردیم، 300 تومن ما داروی داری. خارکی ها تا سالها فرزندانشان را از معاشرت با کودکان کارمندان مرفه شرکت نفت منع می کردند و به دلیل فقر مالی آنها را دوستان خوبی برای بچه های خود نمی دانستند. مردم اینجا فقر فشارشون آورد زیاد، به اندازه که دیگه قدرت توان اون نداشتن. تمام مردم از اینجا هجرت کردن. من یادم میاد یک جمعه، یک روز جمعه من خودم امام جمعه بودم، با 12 نفر نماز خوندم. منابع نفتی که به دست شما میرسه از کجاست؟ تمام منابع نفتی شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران در خوزستان به غیر از منطقه اهواز و مچه سلیمان و هفتگل از اینجا بار میشوند. خیلی ممنون از محبتتون. انشالله که توفیق بیشتر پیدا کنین، این منطقه گسترش پیدا بکنه و ما بتونیم روز به روز صدور نفت رو از این منطقه توسعه بدیم. بانه تشکر. همه اینها در حالی بود که توسعه و گسترش تأسیسات و اسکله های نفتی این جزیره را به مهمترین پایانه نفتی ایران تبدیل کرده بود. بیش از 90% کل صادرات نفتی از خارک انجام می شد و این جزیره کوچک حالا دیگر یکی از مهمترین نقاط دنیا به حساب می آمد. با شروع اعتصابات شرکت نفت، مردم خارک که از تبعیض‌ها و شرایط دشوار زندگیشان ناراضی بودند، به این جریان پیوستند. اعتصاباتی که در ابتدا علت و انگیزه ای صنفی و اقتصادی داشت، رفته رفته رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. در دی ماه 57، صادرات نفت ایران به طور کامل قطع شد. قطع صدور نفت از خارک، کشور را از نظر اقتصادی فلج ساخت. کارکنان ترمینال خارک هم یکی بعد از دیگری خود و خانواده دست خانوادهشون گرفتن، حالا یا با هواپیما یا با قایق از جزیره رو ترک کردن، به طوری که من و خانوادم و دوتا بچه‌ای که داشتیم اونچنان وضعی به وجود اومده بود که در بعضی از روزها ما به این فکر میافتادیم که نکنه که سرزمین اصلی اصلا ما رو فراموش کرده باشه، که در جزیره خارک هم یه دهی دارن زحمت میکشن و به این مملکت خدمت میکنن. اما باز شدن پای نفت به جزیره، مردم خارک را ناخواسته روی انباری از باروت گذاشته بود. با توجه به تنش‌های همیشگی بین دو دولت ایران و عراق، قرار دادن این شاهرگ حیاتی در فاصله چند ده کیلومتری از عراق، خارک را در وضعیت پرخطری قرار می داد. در این حال، نگرانی و دلهره از شعله ور شدن آتش در جوار این حجم از گازهای قابل اشتعال و مواد منفجره همیشه به طور جدی احساس می شد. هنوز 2 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتژیک خارک بلای جان جزیره شد و با حمله هواپیماهای بعثی عراق از همان روزهای اول جنگ جرقه به انبار باروت افتاد. شدت انفجارها و آتش سوزیها و ویرانیها به قدری بود که مانورهای اطفای حریق پیشین مقابلش بازی کودکانهی به نظر می رسید. بس که گیت سنگ و سقاط اینا رفتی به تو آسمان میرم، همه اصلا کلا نپیدا به خدا میرم.
من گفتم بچه هم هم رفت میر محمد که زد بچه هم هم رفت ابتدا به ساکن که حمله اول رو انجام دادن خاطرم هست تو کارخونه بودم دو تا از این جنگنده های طوری بین مخازن اومدن پایین که من خلبان رو میدیدم هواپیمای توسی رنگ خلبان با کلاه سفید ما که خودیه دستی هم بلند کردیم دیدیم نه دو تا راکت اومد بیرون این موقع که زدن تو خود محوطه سوله‌ای بود تعمیرات وقتی سوله زده شد موج انفجار شدتش بالا بود و اینا تیکه تیکه شدن بعد جمله خودم بودم که رفتم اونجا با کمک به همکارا و اینا رو جمع کردیم و نمیدونستم چیشون رو بدم به خانوادهشون که تقسیم کردن اینا رو یعنی تعدادی مثلا تیکه گوشت و سغونی مثلا اینه اون یکی اونه چون مشخص نبود خسارت‌های وارده از میلیاردها دلار گذشت. در هر متر مربع از خاک خارک بیش از یک بمب افتاد و سهم جزیره از حمله‌های هوایی روزی یک بار شد. 24 ساعت گرم بگرم بگرم آبش می‌زد. تو زباله‌ها زد، پای دریاها زد، تو فرودگاه زد، همه جای دنیا زد. تو مدرسه‌ها زد. چه بکنیم؟ کجا بریم؟ روسترمون تش می‌باره، دورمون هم آوه. کجا بریم؟ در سالهای پایانی جنگ و با شروع جنگ نفتکش ها که در نتیجه اش دیگر نفتکش های خارجی حاضر نبودند در اسکله خارک پهلو بگیرند محل بارگیری نفتکش ها به سمت تنگی هرمز و بعدتر به دریای عمان منتقل شد ساکنان خارک که در اوج فقر و بیکاری سرزمینشان را تنها نگذاشته بودند حالا چاره‌ای جز مهاجرت به بوشهر و گناوه و شیراز نداشتن. آخه زندگی خیلی تلخ می. خیلی خیلی تلخ می. آقای بچه ها میگو که زن بیو بریم بیرون اینجا فایده نداره. گفتم نه ما یه جونی داریم. آخرش رئیسمون ورز می آبون. دستور دادن که هیچ کس نمونه. همه برن بیرون. مرتبه اول بار که رفتیم یک ماه بیرون بودیم. بعد برگشتیم جزیره. ولی بعدن که دیگه اومد بمب 500 کیلویی مینداختن اون موقع دوباره زدن بیرون 3 سال بیرون بودیم در بیابان‌ها نفت که مهمان ناخوانده جزیره بود در زیر آب و روی زمین هدر می‌رفت نفتی که در زمان ورودش رؤیاهای زیادی را در دل مردم پرورانده بود اکنون همچون ابری تیره و طوفان‌زا سر برآورده و تمامی آن آرزوها را به همراه خود می‌سوزاند. ولی خب چیزی که هستی آدم هیچ چیزی مثل زندگی خونه خوش نمیشه. البته زندگی خونه خود فرق میکنه اگه نون خشک بخری زندگی خوده مال خوده اگر شهد شکر در غریبی سر کنی با تو طلا و توپ طلا بازی کنی مثل خونه خود و درآمد خود نمیشه حالا ربع قرنی میشود که جزیره دیگر دست خوش تنش و تلاطمی نیست تأسیسات، مخازن، لوله ها و همه آنچه زمانی ویران شده بود دوباره احیا شده هرچند آثاری از آن ویرانی ها همچنان باقی است و در میانه دریا خودنمایی می کند. کودکان خارکی دیگر به زندگی در کنار نفتکش ها خو گرفتند و نشانی از سنت ها و آیین های روزگار قدیم را دور و برشان نمی بینند. از باورهای گذشته اثری نمانده و کارهایی همچون صید مروارید و کشاورزی حالا فقط بخشی از خاطره پدران است. به دلایل امنیتی، کارگران، کارکنان و مهندسان نفتکش‌های خارجی طی عملیات بارگیری اجازه خروج از اسکله و ورود به جزیره را ندارند. Okay.
Tarp Island, we cannot go around. We cannot go outside. Only in the port area. Mm-hmm. Because we are not allowed to go outside. این شاید انتقام ناخودآگاه و تاریخی خارج از آن همه رفت و آمد خودسرانی خارجی ها در طول تاریخش بوده است. آن ثروت عظیم که یک بار سر از جزیره در آورد، ترس ها و رؤیاهای زیادی را به آن هدیه داد. چهره ای به کلی متفاوت از آن ساخت و پیوندهایش با گذشته را از بین برد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون